سال 1287 هجری شمسی، پس از آنکه متی حفاری اولین چرخش‌های خود را در خاک مسجد سلیمان تجربه کرد، نام ایران به عنوان خاستگاه نخست صنعت نفت خاورمیانه ثبت شد. از آن زمان نفت منشأ رویدادهای بسیاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران شد. اعطای امتیاز نفت به ویلیام ناکس دارسی 1280، احداث پالایشگاه نفت آبادان 1292، تجدید نظر نافرجام در امتیاز نامه دارسی 1312، پیروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت 1329 و عقد قرارداد بی‌ثمر با کنسرسیوم 1333. این قرارداد تا پایان حکومت پهلوی ادامه داشت، قراردادی که حاصلی جز تسلط بیگانگان بر مخازن نفت ایران نداشت. کنسرسیوم 14 تا شرکت بودند که شرکت نفت انگلیس بی پی حدود 40% سهم رو داشت، شرکت سی اف پی فرانسه حدود 6%، شرکت شل 14% و 40% باقی مانده رو 11 تا شرکت آمریکایی داشتن. یعنی مجموعاً 14 تا شرکت در کنسرسیوم عضو بودن. تا سالهای پایانی حکومت پهلوی تولید نفت ایران روزانه حدود 6 میلیون بشکه بود. جمعیت ایران 30 میلیون نفر و صادرات نفت روزانه بالغ بر 5 میلیون بشکه که تنها 10% سهم ایران بود. بازارهای صادراتی نفت هم برای ایران نامعلوم بود. در سال 1351 قیمت نفت یک پرش ابتدایی میکنه که از قریب به 2 دلار به چیزی نزدیک به 5 دلار میرسه و بعد از اون در سال 53 حدوداً به رقمی نزدیک به 12 دلار میرسه. موقعی که شما ندونید که بخش اصلی صادرات خودتون در اون زمان به کجاها هستش، این افزایش قیمت فقط یک محاسبات برای شما، در صورتی که چه بسا در اون زمان اگر که اطلاع و اشراف کامل بر بازار بود، کشورهای دیگه‌ای حاضر بودن حتی به قیمت‌های بالاتر از اون چیزی که در اون زمان کشوری مثل امریکا و یا برخی از کشورهایی که دریافت نفت ما رو میکردن پرداخت بکنن. به همین علت عملا این طور بود که یکی از صادرکنندگان اصلی دنیا در اون زمان صادراتش در اختیار خودش نبود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمام قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی لغو شد و شرکت ملی نفت ایران عهده‌دار صنعت نفت کشور شد. اکنون یک قرن از تاریخ کشف نفت در ایران می‌گذرد و صنعت نفت خود را برای آغاز دومین سده از حیات خیش آماده می‌کند. اینک در آستانه 30مین سال خود اتکایی، صنعت ملی نفت با فناوری روزآمد، مدیریت قدرتمند و نیروی انسانی ماهر با اقتدار کامل به پیش می‌رود.